سلام دوستان، در ادامه ویدیوهای آموزش نوت‌خوانی تو این جلسه با هم دیگه می‌خوایم روش تمرین نوت‌ها رو بررسی کنیم. من اینجا چند تا تمرین ساده آوردم که به ترتیب لولشون هی بالا میره. همونطور که می‌بینید توی تمرین اول ما توی میزان نمای 4/4 هستیم، کلیدمون سل هستش. وقتی کلید سل باشه به این معنیه که نوتی که رو خط دوم قرار گرفته اسمش سله، برابری نوتی که رو خط اوله می خواهد بود، نوتی که رو خط سوم سی هستش، رو خط چهارم ر و رو خط پنجم فا. پس من اگه بخوام این تمرین رو انجام بدم کار خیلی پیچیده ای ندارم، چون تمام نوتام روی خطوط هستن. برای انجام این تمرین من از مترونوم استفاده میکنم. مترونوم رو میذارم روی عدد 50 که تمپوی خیلی بالایی نباشه که بتونیم راحت تمرین کنیم، و میزان نما هم 4/4 این پایین انتخاب کردم. روی دکمه پلی میزنم. خب تلاش میکنم با مترونوم ضرب بگیرم. 2 3 4 سول می سی فا می فا سول سی سول فا سی ر سی فا سول ر می ر سی ر فا می سی و سول. خب دیدین که تمرین آسونیه. اینو میتونین چند بار انجام بدین و حتی میتونین عدد مترونوم رو بالاتر ببرید. توی تمرین بعدیمون هم باز داستان به همین شکله. ما فقط نوتهایی رو داریم که روی خطوط هستن. من اینجا یه ذره تمپو رو بالاتر میبرم، مثلا میذارم روی 60. با هم دیگه بریم. 3 4 فا ر سی ر سی سول سی ر فا ر فا سی ر سی سول سی سول می سول ر می سول سی سول. خب توی تمرین بعدیمون همونطور که توی تصویر میبینید، علاوه بر اینکه از نوت‌های روی خطوط استفاده شده، نوت‌های بین خطوط هم داریم. اما اینجا ما داریم با واسطه نوت‌های روی خطوط نوت‌های بین خطوط رو یاد میگیریم. یعنی چی؟ مثلا ببین اولین نوت ر هستش. من اگه نوت ر رو بلد باشم که نوتی که روی خط چهارم اسمش ر و از طرف این ترتیب تو ذهنم باشه که نوت‌ها هستن دو ر می فا سول لا سی یا برعکس دو سی لا سول فا می ر دو، قبل ر چه نوتی میاد؟ دو. پس اینجا جای نوت دو هستش. و همینطور بعد ر چه نوتی میاد؟ می. پس اینجا جای نوت می هستش. حالا پس من اگه بخوام این تمرین رو اجرا کنم، به راحتی میتونم با دونستن نوتای روی خطوط نوتای بین یا بالا و پایین خطوط رو بگم. مثلا من اینجا میدونم اسم این نوت سی هستش، پس یه پله بعد سی بالاتر دوه و یه پله پایین تر از سی لا هستش. یک بار با هم دیگه بریم. من مترونوم روی 60 میذارم و یک بار با هم تمرینش میکنیم. ر دو ر می ر دو سی دو سی لا سی دو ر می فا می ر دو سی لا سی دو سی لا سول فا سول لا سول فا سول فا می ر می فا می فا می ر می فا سول لا سی دو سی دو. خب توی تمرین چهارم از نوت‌های بین خطوط یا بالا و پایین خطوط استفاده شده. برای اینکه این تمرین رو انجام بدیم کافیه که بدونیم نوت‌هایی که بین خطوط هستن چه اسمی دارن. ما میدونیم که از نوت پایین خط اول نوت‌هامون به ترتیب اسمشون هست ر، بعد بین 1 و 2 میشه فا، بین 2 و 3 لا، بین 3 و 4 دو، بین 4 و 5 می و بالای خط 5 سول هستش. پس اگه بخوام این تمرین رو بخونم کافیه که باز مترونوم رو روشن کنم و تمرین رو یک بار میدم. 3 4 لا دو می دو لا دو فا لا دو می دو لا فا
لا دو فا لا سول ری لا دو فا می دو ری فا دو لا دو می دو لا فا دو لا می سول ری دو فا لا می لا دو لا ری می دو. نهایتا تو تمرین پنجم از ترکیب نوت‌های روی خطوط و بالا و پایین خطوط استفاده شده، پس من باید توی تمرین‌های قبلی به مهارت لازم رسیده باشم که بیام تمرین شماره 5 رو انجام بدم که ترکیبی از نوت هاست و تسلط بالاتری میخواد. مترونوم میذارم روی عدد 50 که مقدار آسون تر باشه براتون و یک بار با هم تمرین میکنم. 2 3 4 دو فا می دو سول سی سول می فا می ری دو لا می ری دو لا سی فا سول لا می ری سول فا می فا دو لا سی فا ری سول ری می دو سی دو سول دو می فا لا دو ری سی دو لا. خب دوستان، وقتی این تمرینات رو خوب انجام دادین و روشون مسلط شدید، حالا میشه به چند روش مهارتتون رو باز هم بالاتر ببرید. روش اول این که بیاین از عدد مترونوم بالاتری استفاده کنین تو تمرینات و یواش یواش سرعت مترونوم رو زیاد کنین. روش دوم که من بیشتر این رو پیشنهاد میدم اینه که بیاین فرض کنید که انگار نوت هاتون چنگ هستن و توی هر بار ضرب مترونوم به جای اینکه یه نوت ببینید، دو تا نوت ببینید و دو تا نوت اجرا کنید. الان فرض کنیم اگر این بشکنای من مترونوم باشه، من بخوام تمرین اول رو اجرا کنم، یعنی باید به این شکل اجرا کنم: سول و می رو با هم ببینم و بگم سول با می، سی و فا رو با هم ببینم و بگم سی فا، می و فا رو با هم ببینم و بگم می فا. به این صورت میشه: سول می سی فا می فا سول سی سول فا سی ری سی فا سول ری می ری سی ری فا می سی سول. و یا اینکه حتی ستایی ببینم، یعنی سه تا نوت رو تو هر بار دیدنم بردارم و اجراشون کنم. اینجوری میشه: سول می سی فا می فا سول سی سول فا سی ری سی فا سول ری می ری سی ری فا می سی سول. به این شکل شما گستره دیدتون رو بیشتر میکنید و میتونید تعداد نوت بیشتری رو توی هر بار دیدن ببینید و اجرا کنید. بنابراین خوندن نوت ها براتون آسون تر میشه و میتونید قطعات رو ساده تر نوت خوانی کنید. خوشحال میشم برای حمایت از من چنل منو فالو و سابسکرایب کنید. تا ویدیو بعدی، خدافظ.